سلام دوستان، امروز روز چهارشنبه است، 11 مرداد 1402، دوم آگست 2023. یک کلیپی از صحبت‌های محمد باقر قالیباف در جلسه مشترک دولت و مجلس منتشر شده که به نظر من قابل توجه، حالا میگم از چه جهت قابل توجه. البته واقعیت چه بخواید، کل مجلس و دولت اختیارشون برای اداره کشور، حالا اگر اسمش اداره بذاریم، نه اینکه روزمرگی و آزار و اذیت مردم، حالا اون کاری که انجام میدن اختیارشون شاید به 10% هم نرسه. این اختیار کشور دست مافیای سپاهه و اینها هم عمله های اونجا هستن به ازای تک استخوان هایی که از سفره انقلاب گیرشون میاد، بعضی وقتا یک صدایی میکنن، یک پارسی میکنن، یک ابراز وفاداری میکنن. واقعیتش اینه که شما اگر مجموعه سخنرانی های نمایندگان و رئیس مجلس، وزرا و رئیس جمهور رو ببینید، بخش عمدهش عرض ارادت به آقاست یا حرفایی که آقا خوشش بیاد. خب اما برای من جالب ببینم مثلا رئیسی چجور حرف بزنه، چون در این جلسات به حال به صورت نمایشی هم که شده یک سری حرفای کارشناسی هم رد و بدل میشه. معمولا نمایندگان مجلس یه چیزایی میگن، بعد رئیس دولت و وزرا میان جواب میدن. برای من جالبه که حالا رئیسی که حتی سخنرانی های از پیش طراحی شده، از پیش نوشته شده، از پیش حفظ شده رو با ده ها اشتباه و در واقع آمارهای غلط و بسیار خنده دار میگه، در این جور جلسات که قرار باشه، اگر قرار باشه بلبداه جواب بده، چه خواهد شد؟ اما اون چیزی که میخوام در موردش صحبت بکنم اینه که قالیباف وقتی این حرفایی که زده، شاید آخوند بیت، دیگه نمیگم شاه بیت، آخوند بیت صحبتاش اینه که میگه ما باید تصمیمات سخت و عادلانه و عاقلانه بگیریم که اگر تصمیمات ما عادلانه و عاقلانه باشه، مردم هم حمایت میکنن و هزینه‌شو میپردازن. جالبه که همه جا هم از مردم مایه میذارن. این که حالا اینم که میگه باید عادلانه و عاقلانه باشه و اگر عادلانه و عاقلانه باشه مردم هم میپذیرن، این در واقع باز یک نوع اظهار ارادت به خامنه‌ایه، از اون حرفایی که میگن تا آقا خوشش بیاد، چون خامنه‌ای همین حرفا رو زده. اما نکته جالبش اینه که مردم هزینه‌شو میپردازن. کدوم مردم؟ مردمی که الان سالها دارن جنایت و فساد و تبعیض رو میبینن. مثلا از همین من باقر قالیباف چیزی که دیدن اینه که در حالی که بارها و بارها صحبت‌های خودش از تریبون مجلس و مصوبات این مجلس که به هر حال این آقا در رأسش قرار داره، این نرینه، تأکید بر مصرف کالای داخلی و خودداری از ورود کالای خارجیه، سالها همین مجلس در برابر واردات خودرو مقاومت میکردن به این دلیل که از خودروهای تولید داخل حمایت کنن. درست در اوج این شعارهای دروغین خبر منتشر شد، اونم خبرم نه توسط ضد انقلاب، توسط یک آدمی که به عنوان جنبش عدالتخواه دانشجویی مطرح بوده، از حزب اللهیای سرشناس، وحید اشتری، و اسنادش رو هم داد بیرون که ایشون، خانم ایشون و دخترش و دامادشون رفتن ترکیه و با 219 کیلوگرم بار برگشتن که سیسمونی بچه شونه. خب این سر صدا کرد. پسر قالیباف اومد توضیح داد که بله، این سفر متاسفانه انجام شده، البته پدر من مخالف بود، اما خب دیگه گفت خواهر ما شوهر داره و مستقلن رفتن، اما نگفتش که، یعنی وقتی میخوان دروغ هم بگن نمیتونن دروغ رو طوری تنظیم کنن که خیلی رسوا نباشه. خب فرض کنیم که دختر ایشون حرف پدرش گوش نمیکنه، البته باید پرسید که وقتی کسی در رأس مجلس قرار میگیره که حتی دخترش حرفش گوش نمیکنه، اینا چطور توقع دارن که این آقا میگه که اگه ما تصمیم درست بگیریم مردم هزینه‌شو میپردازن؟ دخترش حاضر نیست هزینه تصمیمات احمقانه پدرشو بپردازه. ولی به هر حال در دروغی که پسر قالیباف گفت یک نکته وجود داشت، اون اینکه همسر قالیباف هم رفته بود همراهشون. بر اساس قوانین شرعی و حقوقی جمهوری اسلامی، زن بدون اجازه شوهرش نمیتونه از خونه خارج شه، چه برسه از کشور. مگه اینکه بگیم خب یا دروغه، یا بگیم که خانم آقای قالیباف طلاق گرفته جدا شده، فقط توی خونه با هم زندگی میکنن، دیگه نمیدونن محرم و نامحرم چیکار میکنن، نیازی به اجازه شوهرش نداره، و یا اینکه ترم برای قانون شرع و قانون عرف و پایبندی خانوادگی خورد نمیکنه خانم آقای قالیباف. بگذریم. مورد دیگه که در همون زمان ها مطرح شد و خیلی هم معتقدن که شاید اصلا، حالا من چون نمیخوام به وحید اشتری تهمت بزنم، ولی چون بعدن هم افشاگری خوبی داشته، ولی همون موقع بعضی هم گفتن چون اون موضوع همزمان شده بود با انتشار یک نوار صوتی مذاکرات محرمانه بین سربار ذوالقدرنیا
و سربار عزیز جعفری، فرمانده کل سپاه و معاونش در اون زمان، که از 8000 میلیارد تومان تخلف مالی قالیباف پرده برداری میکرد. خیلی هم واضح بود، یعنی اصلا اما و اگر درش نبود. خب اون آدمی که در افشاگری فرماندهان سپاه از تخلف 8000 میلیارد تومانی صحبت میشه، در افشاگری محمد علی نجفی شهردار تهران بعد از قالیباف از 70000 میلیارد تومان تخلف قالیباف صحبت میشه، مواردی که هیچکدومش رد نکردن. ببینید در مورد قالیباف چند موضوع هست که مطرح شده و هیچکدوم نتونستن رد کنن. یکی همین بحث سیسمونی گیت بود، یکی موضوع 8000 میلیارد تومان که تنها کاری که تونستن بکنن اینه که خامنه ای اومد صحبت کرد، یعنی حتی خود قالیباف جواب نداد، سپاه انکار نکرد، تکذیب نکرد، فقط خامنه ای اومد گفتش که میخوان مجلس و رئیس مجلس انقلابی رو تخریب بکنن. یک پرونده هم که نجفی مطرح کرد 70000 میلیارد تومان و چوبشو خورد، یعنی اون اتفاقاتی که برای نجفی افتاد موضوعی بود که عماد قالیباف مطرح کرد. و این نکته مهمی که در صحبت‌های افشاگری‌های نجفی علیه قالیباف بود و حتی یک کلام کسی رد نکرد و جواب نداد، این که گفت بیش از 2000 نفر از جمع مداحان و جای دیگه در شهرداری تهران در زمان تصدی قالیباف استخدام شدن و هر ماه حقوق می‌گرفتن بدون اینکه حتی یک بار پاشون رو در شهرداری بگذارن. و از همه اونا بالاتر موضوعی بود که در مناظرات انتخاباتی سال 92 سال 96 انجام شد و آقای روحانی خطاب به قالیباف گفتش که آقای قالیباف شما یک پرونده یک فساد کلان داشتید که اگه من مردانگی نمی کردم و اون پرونده رو سامان نمی دارم شما الان اینجا نبودید. یعنی که من قبلا هم گفتم روحانی نامردی خودش رو اسمش رو میذاره مردانگی، یعنی که شما بیایید تخلف یک مسئول دولتی رو که از جیب مردم دزدیده شما حاتمخشی کنیم مثلا مردانگی کنیم. خب در این مورد هم نه در اون جلسه قالیباف تکذیب کرد و نه بعدش. خب این آدم که حالا در مراحل مختلف از زندگی شخصی تا زندگی اداری در شهرداری، چه زندگی اداری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در زمان خاتمی بوده و اون موقع میگفتن چند صد میلیارد تومان از قاچاقچی‌ها پول گرفته برای انتخابات مجلس و 70000 میلیارد تومان شهرداری، خب اون آدم حالا اومده میگه که اگه ما تصمیمات سخت و انقلابی بگیریم مردم هزینه‌شو پرداخت میکنن. این که اولا ایشون از کجا این وکالت از مردم گرفته که مردم بسیارشون ناراضی ان، خودشون دارن میبینن دارن انواع تلاش رو میکنن برای اینکه سرسره مردم، یعنی یک نوع رضایت سازی کاذب ایجاد کنن، رضایتمندی کاذب در بین مردم ایجاد کنن، از جمله تعویق لایحه حجاب و عفاف. با اینکه قوه قضاییه و دولت با قید دو فوریت لایحه را فرستادن مجلس تعلل میکنه، که من قبلا هم گفتم حاج محمود کریمی معروف به حاج محمود هفت تیرکش، مداح معروف، اومد گفتش که اینکه علت که نمایندگان رو تصویب نمیکنن به خاطر رأیه. خب این دو تا معنی داشت، یکی اینکه اکثریت مردم با این سختگیری ها در مورد حجاب مخالفن، به همین جد کسی به لایحه تصویب کنه از چش مردم میفته، این دیگه خیلی صریح حرف حاج محمود کریمی، و از طرف اینکه نمایندگان دارن تلاش میکنن برای خودشون یک نوع رأی سازی بکنن. حالا کسی که در رأس اون مجلس قرار گرفته و وضعیتش کاملا مشخصه میاد میگه اگه ما تصمیمات سخت و انقلابی بگیریم مردم هزینه‌شو پرداخت میکنن. میگم بازم همش از مردم، یعنی از ابتدای انقلاب تا الان چند روز پیش خاطرات هاشمی رفسنجانی فقط اون بخش مربوط به اعزام مقامات کشور برای معالجه به خارج رو براتون خوندم که ببینید از زن خمینی و پسر خمینی و نمیدونم امام جمعه ها و نمایندگان مجلس و اینا از درد مفاصل گرفته تا پروستات تا چشم میرفتن خارج عمل میکردن و اینا به مردم گفتن در داخل کشور باشید. و در همونجا گفتم که یکی از کسایی که اعزام شد به خارج دعاگو بود، محسن دعاگو که چند سال پیش فوت کرد، امام جمعه شمیرانات بود. رفسنجانی در خاطراتش نوشته محسن دعاگو رفته خارج معالجه کرد، برگشته خیلی راضیه و یکی از دستاوردهای سفرش این بوده که توصیه کرده ما دیگه کسی رو دانشجو برای پزشکی اعزام نکنیم خارج، همیشه در داخل کشور تربیت بکنیم، کسی که خودش رفته خارج. خب اون از اونجا تا اینجا که میبینید که طرف از حالا اختلاس‌های کلانش بگذریم، حتی سیسمونی انگلزاده ی انگلزادش این نوش رو میرن از خارج میرن، اون آدم میگه مردم هزینه پرداخت میکنن. خب حالا اون مردم که قرار هزینه پرداخت کنن با کدوم پول؟ مردم که دیگه نان ندارن بخورن. امروز سخنگوی دولت اعتراف کرده که بیش از 28 میلیون نفر در کشور زیر خط فقر مطلق هستند. گفته البته مربوط به دولت‌های قبلیه. ولی به هر حال این پکیج جمهوری اسلامیه دیگه.
ضمنی که اگه دولت‌های قبلی بوده، در دولت‌های قبلی هم اگه تخلفی کردن، همین رئیسی سال‌های تو حدود 40 سال مقامات بالای قضایی داشته که قوه قضاییه مسئوله که در برابر تخلفات دولت بیسته و حتی در برابر کمکاری‌ها یا اگر عدم انجام وظیفه باشه بیسته. خب حالا تو این شرایطی که اصلا فرض کنیم تقصیر هر کس، تو شرایطی که طبق گفته سخنگوی دولت 28 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق هستن و طبق گفته کارشناسان مستقل حدود 50% مردم، یعنی حتی در تأمین خوراک اولیه مشکل دارن، خود همین قالیباف گفته زن و شوهر اگه کار کنن نمیتونن اجاره خونه‌شون رو بدن، بعد میاد میگه مردم هزینه‌ش رو پرداخت میکنن. بعد تصمیمات انقلابی چیه؟ تصمیمات انقلابی و سختی که میخوام بگم، یکیش این مسئله حجابه، مبارزه با آمریکاست که انگلزاده های خودشون از علی لاریجانی گرفته تا خب مرتضی آقا تهرانی استاد اخلاق دولت احمدی نژاد و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس فعلی گرین کارت آمریکا داره، علی لاریجانی دخترش در خارج از کشور، جواد در آمریکاست، جواد لاریجانی پسرش در آمریکاست، اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب نداره، هر کسی که یک گوشه سفره انقلاب مشغول دندان زدن به استخوان‌های سفره انقلابه، بچه‌هاشون خارج از کشورن، ولی اینا مردم رو توصیه می‌کنن و در تصمیمات انقلابیشون که با آمریکا بجنگن، تصمیم انقلابیشون که لج کنن FATF تصویب نکنن، تصمیم انقلابیشون که به دروغ بیان مسائل مختلف بگن. ببینید بر اساس تصمیمات همین افراد یک چهره بسیار منفور از جمهوری اسلامی در دنیا ایجاد شده که تبعاتش ایران رو هم میگیره، یعنی متاسفانه آنچه که جمهوری اسلامی تصمیم میگیره و اجرا میکنه هزینه‌اش رو ایران پرداخت میکنه. این همینی که الان قالیباف میگه، میگه ما تصمیم انقلابی بگیریم مردم هزینه‌اش رو پرداخت بکنن. شرایط انقدر بحرانیه که همین امروز گفتن که از 800 بعد از اون اولتیماتوم سفت و سخت رئیسی که اگر آب رو طالبان آزاد نکنه هر چی در چشم خودش دید، امروز رئیس سازمان محیط زیست معاون رئیسی سلاجقه گفته که از 850 میلیون لیتری که قرار بوده طالبان آزاد سازی کنه کمتر از 15 میلیون لیترش آزاد شده، یعنی کمتر از 2%. بعدم میگن که دو سه روز پیش دیدم که سخنگوی دولت، سخنگوی وزارت خارجه گفته بله به نتایجی با طالبان رسیدیم، یعنی کمتر از 2%. اونم شاید از طالبان در رفته، چون اونم مدیریتشون مثل امین است دیگه، شاید مثلا صداشون سرریز شده، من نمیدونم چیکار کردن. البته سال گذشته صد وقتی صدهاشون پر شد طبق اعلام رسمی جمهوری اسلامی آب رو در بیابون‌های افغانستان رها کردن ولی حاضر نشدن به طرف ایران هدایت بکنن. حالا دیگه از 850 میلیون 15 میلیونش اومده که میگم کمتر از 2%، یعنی اگه می‌خواستن 2% بفرستن شاید 17 میلیون. این از وضعیت آب. از جهت سرمایه‌گذاری انقدر در بحران هستن که ناچار شدن به دروغ درمانی. حجت عبدالملکی که در سال یک سال اول دولت رئیسی رئیس بزرگترین کارتل و بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور بود، یعنی سازمان تامین اجتماعی، وزیر کار و تامین اجتماعی بود، وزیر رفاه و تامین اجتماعی که سازمان تامین اجتماعی یکی از زیرمجموعه‌هاشه، انقدر افتضاح کار کرد که بعدم گفتن که داره در هیئت مدیره شرکت‌های مختلف، صدها شرکت کوچک و بزرگ زیر پوشش تامین اجتماعی، گفتن داره هیئت مدیره را جابجا می‌کنه برای اینکه برای خودش یک تشکیلاتی درست کنه برای انتخابات، می‌خواد دوره بعد رقیب رئیسی بشه. شطور در خواب بیند پنبه دانه، کلشون رفتنی هستن. به هر حال اونو برش داشتن، ولی چون سفارش شده خانم جمیله علم‌الهدا همسر آقای رئیسی بود، رفت شد رئیس مناطق آزاد، یعنی یکی از جاهایی که اگر یه آدم حسابی اونجا باشه میتونه راه‌های زیادی رو به طرف اقتصاد کشور باز کنه و امکانات زیادی جذب کنه. حالا برای این که بگی من این کار کردم، اومده گفته که اماراتیا به ما مراجعه کردن، گفتن ما حاضریم تا 100 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری کنیم. یعنی اماراتی که سرمایهش به راحتی در کشور خودش داره کار میکنه بدون هیچ مشکلی، سرمایه گذارش رو گروگان نمیگیرن، پولش خورده نمیشه، ارزش پولش یه دفعه تو سرش نمیخوره، پروژه یک دفعه به خاطر مثلا اینکه فلان جا مشرف بی حجاب بد حجاب میبینه تعطیل نمیشه، پولش رو بعدا بیا اینجا خرج کنه. یک دروغ بزرگ. وقت جالبش اینه که این حرفا چه کسی زده؟ همون کسی که زمانی که روحانی رئیس جمهور بود، یعنی که مثلا اینا بگن ما خیلی انقلابی هستیم، میگفتش که با 1 میلیون تومان با 1 میلیون تومان پول میشه شغل ایجاد کرد. و جالبه که بعد از اوائلی هم که رئیس در دولت رئیسی اومد گفت بله همچنان من معتقدم با 1 میلیون تومان میشه شغل ایجاد کرد، حالا نمیدونم چه جوری.
و یک حرف دیگه هم داشت و اون که گفتش که اگر خواست بگه دولت روحانی عمدن قیمت ارز رو بالا نگه داشته، گفتش که اگر دولت 300 میلیون دلار ارز وارد بازار کنه به مدت 2 ماه میشه، حداقل به مدت 2 ماه میشه قیمت ارز رو 15000 تومان نگه داشت. خب الان که اینا میگن که ما سال گذشته فقط 54 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم، رئیسی ادعا میکنه میگه ما بیشتر از سابق نفت صادر میکنیم، پولش هم داریم میگیریم، هم گرونتر داریم میفروشیم، هم میفروشیم هم پولش رو میگیریم، هم پولای قبلی که نتونستن بگیرن ما گرفتیم. خب پس 300 میلیون دلار پولی نیست برای این دولت. تا حالا 100 بارم که پول کره جنوبی آزاد شده، پول عراق هم آزاد شده، اون آدم حالا الان رئیس مناطق آزاده و میگه ما 100 میلیارد دلار میتونیم سرمایه جذب کنیم. این مجموعه دوره هم جمع شدن، یعنی تو همین جلسه ای که قالیباف گفته باید تصمیمات سخت بگیریم، یکی از کسانی هم که قرار تصمیم سخت بگیره همین عبدالملکیه، یکیش هم خود رئیسیه، یکیش هم قالیبافه. من میخوام به شما بگم ببینید، حالا درسته همه اینها وقیح هستن، درسته همه اینا دروغگو هستن، درسته همشون فاسدن، اما معتقدم اگر وقاحت تصویر داشت این تصویر میشد قالیباف. یعنی کسی که این همه رسواییش جار زده شده بازم انقدر پرروه، و بعد از کسی که حداقل اگر اندکی شرم داشت، اگر اندکی حیا داشت، اگر اندکی خجالت سرش میشد، کسی که برای سیسمونی دخترش رو و دامادش رو و همسرش رو فرستاده رفتن ترکیه، سیسمونی برای انگلزاده یا انگلزادش رو آوردن، دیگه نمیومد بگه ما تصمیم سخت بگیریم مردم هزینه‌اش برداشت کنن. بیشرفی که حتی به سیسمونی ایرانی برای نوش اکتفا نمیکنه و پسر دروغوش میاد میگه بابام راضی نبود، میگه باباش راضی نبود، خود باباش بعد میگه مگه پسرش سخنگوی باباشه؟ چطور اگر پسرش گندی بزنه میگن پسر ربطی به پدر نداره؟ خب محسن اژه‌ای پسرش سالها معروف بود که مدل فشنه، میگفتن پسر چرا ربطی به پدرش داره؟ خب اما اگر پسرش به تکذیب کنه میشه سخنگوی بابا، ولی میگم اون تکذیب به دروغ میاد میگه و خود قالیباف هم انقدر غیرت نداره بیاد بگه آقا من پسرم غلط کرد. خب بالاخره این اولین چیزی که تو ذهن میاد که آقا بسیار خوب، دخترتو بدون اجازه رفت، دخترتو که حاصل تربیت توه، تو سالهای سال به مردم توصیه کردی، شعار دادی که مردم کالای داخلی مصرف کنید، مردم ارز کشور خارج نکنید، مردم نرید باج به خارجه بدید، بعد دخترت از تو حرف شنوی نداره، دامادت هم یه علنگی مثل دخترت و خودت، زنت چی؟ زنت که بدون اجازه تو نباید از کشور خارج شه، قانونا میتونی جلوشو بگیر، مگه بگی صبح که تو رفتی سر کار شب اومدی زنت نیست؟ خب کسی که اگه صبح برد سر کار شب بیاد زنش نباشه و خبر نداشته باشه، خیلی اتفاقات دیگه هم ممکن تو خونش بیفته، شاید هم افتاده باشه. خب اینی که من میگم اگر وقاحت عکس داشت میشد قالیباف، یعنی آدمی تا این شرط، آدمی که فساد عمدش رو روحانی در تلویزیون در حضور خودش در مناظره تلویزیون گفته و قالیباف حتی یک کلمه نگفته دروغ میگی، حتی بعدش تکذیب نکرده. ببینید قالیباف به خاطر صحبتایی که جهانگیری در مناظره های سال 96 کرد از جهانگیری شکایت کرده و پرونده داره جهانگیری، اما از این ادعای روحانی که گفت آقای قالیباف توی پرونده سنگین داشتی که اگر من مردانگی نمی‌کردم تا اینجا نبودی، نرفته شکایت کنه. خب معلومه راسته، آدمی با این خصوصیات میاد میگه ما تصمیم انقلابی بگیریم و مردم هزینه‌اش برداشت می‌کنن. این همی که دیگه از نشانه های وقاحت خامنه ای هم هست که من بارها خدمتتون عرض کردم، خامنه ای میخواد بگه آقا من هر غلطی بخوام میتونم بکنم، حتی میتونم یک دزد معروف که پرونده کلان اقتصادی، پرونده کلان فساد اقتصادی بزنم رئیس مجلس. و البته باز هم به شما میگم اینها همش نشانه پیروزی ملت، انقدر خامنه ای دچار بحران نیرو شده که حتی ناچار بدنام ترین عناصر خودش رو هم حفظ کنه. موفق باشید.